عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. بله، یک شنبه هفته قبل سال 1401 شروع شد که خیلی ها مشکل داشتن که حالا قرن 13 است، 14 است، 15 است. بالاخره معلوم شد قرن 15 هجری شمسی شروع شده و ما همون لحظات برنامه داشتیم و قرار بود آخرین برنامه باشه. خیلی از دوستان شکایت کردن که آقا این آخرین برنامه خیلی از وقتش رو دوستانی که پیغام گذاشته بودن، گفتم خب ما از همه خواهش کردیم و اون چند نفر که لطف کردن پیام گذاشتن ما هم پخش کردیم به عنوان تشکر. همین امروز هم ازشون تشکر میکنم و شماها کار انجام ندادید. متاسفانه اونایی که هیچ کاری نمیکنن بیشتر غر میزنن. خیلی جالب این ماجرای سال نو و اینها. خب موضوعات مختلفی هم الان در جریان هست، جنگ روسیه و اوکراین یا یوکرین، ماجرای آقای ابی و جنگ دوستان که چرا خلیج نخوندین، ماجرای جنگ آقای هادی خورسندی که نوشته خب آقا دلش میخواد بخونه دلش میخواد نخونه، شما میتونید برید میتونید نرید. مگه اون موقعی که خلیج رو خوند شما رفتین بهش پول دادید یا به خاطر خلیج رفتید کنسرت؟ اگه رفتید دیدید کلا سرتون گذاشته، حالا نرید. ولی نمیدونم من حقیقتش چی بگم، چون خیلی وقتا این حرفا در تلویزیون اینها هم بوده که آقا اینو بگو اونو نگو. همیشه ما میگیم بابا ما این چیزی رو که میدونیم میگیم، شما اون چیزی رو که میدونی بیا بگو. ولی برای خوندن و اینها خب مثلا شما نمیتونی ابی رو دعوت کنی توی ابی دعوت شده باشه توی مجلس عروسی، بعد یکی بیاد بهش بگی مثلا اون شکارچی ناعادل رو بخون وقتی رسید هنوز نمیدونم قلبش میتپید. در هر صورت هرچی بود، گویا آقای اکبری دیدم یه عکسی از کنسرت ابی گذاشته که تعداد مأمورین محافظ یا پاسبانها بیشتر از تعداد تماشاچی ها هست. خیلی جالبه، سالها پیش که من هنوز در رادیو تلویزیونم کار نمی کردم، ابی آمد واشنگتن و یه همچین اتفاقی افتاد. البته اون موقع چون اینترنت نبود، بعضی وقتا این دوستان برنامه که میذاشتن با همدیگه چک نمی کردن. یه دفعه میدیدید یه برنامه، یعنی چند برنامه توی یک شب میفته، بالاخره یکیش این وسط قربانی میشد و یادمه که اون شب این برنامه ابی قربانی شده بود. این صفحه مثل خیلی قشنگ نیست، بذاریم من براتون پلیر یک رو بذارم. ما از بس این آخوندا پول دادن انقدر استودیو درست کردیم، اروا عمه شما، از این استودیو میپریم اون استودیو، اصلا این خیالمون هم نیست. بگذاریم. خب خانم الهه دانشزاده، من هم به شما سلام میکنم، هم سال نو رو بهتون تبریک میگم. حالا دیگه میگن تبریک هم نگید، بگید پیروز فلان. بابا ولمون کنید تو رو خدا، هپی اسپرینگ، بهارتون شاد باشه. در هر صورت و اما این ماجرای نوروز، دیدم که آقای مانی خورسندی گفته بود که نه حتما نوروز رو باید بنویسید NOWROOUZ. گفتم بابا جون شما چجوری میگی نوامبر؟ همونو بنویس NOV، روز هم آریوزی، نوروز هم شیشتاست، هم هیچ که نمیتونه. بعد اونو میگن نوروز. اتفاقا دیدم یه جایی نمیدونم تاجیکستان گرجستان کجاست مینویسه نوروز، حتی به جای چی هم مینویسه نوریز، RIZ مینویسه. در اصلاد هرچی بود گذشت، تا سال دیگه دوباره همین جنگ و دعواهای تکراری. و از این همه دعواهای تکراری خسته هم نمیشیم، هیچی هم یاد نمیگیریم. من برای آقای مانی خورسندی نوشتم بابا جون شما یه چی مینویسی بعد دیگران میان کامنت میذارن، حالا بعد خودتون هم نباید حمله کنید به اونها. نرود میخواهنین در سنگ، نادانها عوض نمیشن. بابا بذارید مردم چی بگه، ما فکر کردیم خودمون بد اخلاقیم. البته ایشون نوشته نه من فقط نظر خودم رو نوشتم، کی همچین چیزی نوشته؟ گفتم اصلا مهم نیست، گذشت و رفت. و اما ماجرای ابی و خلیج فارس شما چی فکر میکنید؟ دوستان روی یوتیوب هم شما میتونید کامنت یا نظراتتون رو بنویسید
ولی از یه فیلتر رد میشه که میان نگاه میکنن اگر مثل آدم، مثل انسان شریف، مثل آدم قرن 21 انتقادی نوشته باشید، ایرادی نوشته باشید، ولی اگر مثل این روانی های دیوونه وقتا به اینایی که چیز بودن گفتن کامبیز کامبیزی باشید، خب همونجا پاک میشه و میره. و اما در رابطه با جنگ یوکرین و روسیه یا حمله روسیه به یوکرین، نظر شما چیه؟ خیلی ها میگن چجوریه این همه جنگ ما دیدیم در همین 60 سالی که سنمون گذشته، 60 خورده که گذشته، صدای هیچ که در نمیاد، ولی حالا که سفید پوستا هستن اینجوری. حتی امروز تو آمریکا میگفت کوتتون رو نمیدونم لباس و پتو رو بیارین بدین برای اینا بفرستن. همین آقای جو بایدن که رفت، حالا اینقدر که مجلس رو اینا پول دادن، اونجا هم ایشون احساساتی شد دوباره یه پولی داد. یادم اومد اون وقتا ایرانی ها هی فوش میدادن به عربا، ولی وقت میرفتن یه جایی رقص عربی بود، هی تو شورت زنه و تو نمیدونم کرست زنه پول میچپوندن. بگذاریم، آقای بایدن هم همچی کاری کرد. ولی میدونید که این رئیس جمهورا و اینها به دلیل ساعات کاری زیادی که دارن، خب حالا دکتر همراشه و قرصایی نمیدونم تقویتی و فلان اینها، بعضی وقتا حتی به شوخی میگن آقا نشادرش قوی شده. این کلمه نشادر یا نشادر من نمیدونم از کجا بوده، مصرفش برای انسان هم بوده یا نه، ولی دیروز به نظر میمد که آقای بایدن واقعا نشادرش یا اون دوای تقویتی که بهش میدن زیاد شده بود، یا جمعیت رو که دیده بود حالا بعد از 2 سال احساساتی شده بود و حرفای بی ربطی زد. یکی از این حرفای بی ربط این بود که گفت به خاطر رضای خدا دیگه این پوتین نمیتونه حکومت کنه. یکی دیگه گفت که به اصطلاح ما اجازه نمیدیم یه این چی نمیدونم این فلان. فوری کاخ سفید گفت که نه بابا، این منظورش از این بوده، منظورش از اون بوده. وقتی منظور از این اون بوده و از این اون هست، یاد آخوندا می افتادم که میگه آقا خدا وقتی گفت که مشروب حرام نیست ولی ازش دوری کنید، منظورش این بوده روز قیامت که اومدی تو بهشت اونجا سرت بذار تو جوی شرابو بنوش. و یا منظور یعنی سفسطه، یعنی تفسیرهای بی خود و الکی. در صورت بایدن باید یکم مواظب حرف زدنش باشه و به اصطلاح الکی توی دنیا جنگ را نیندازه. و اما ببینیم که در خبرها چه آمده. امروز ساعت 3:30 با آقای مهدی مهران نژاد هستیم که این کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران رو نوشتن. ما هنوز یه چند تا از سوالات باقی هست، گفتیم این رو هم تموم کنیم بعدن بگیم به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقیست. و در آخر، هنوز هم کسی اینجا نیست ولی خب اب نداره، این کتاب خاطرات فرح پهلوی که به اسم کهندیارا هست و خیلی هم صفحه داره ماشاءالله، هر کی براش نوشته احتمالا شجاع‌الدین شفا موقعی که زنده بوده، 425 و 431 صفحه داره. اگر کسی مایله که تلویزیون مردم رو حمایت کنه، $50 بفرستید به طریق اسکایپ چیز، من براتون این رو پست میکنم اگه داخل آمریکا باشه. اگه خارج از آمریکاست نخواستین، نه $50تون رو خواستین نه چیز، ولی اگر داخل آمریکا باشه $50 که بفرستین، یه 5-6 دلار $10، چون کتابه ارزون میشه با وجود که سنگینه، میتونم براتون پست کنم. از این بابت تلویزیون مردم رو هم حمایت کردید و ما هم که دیگه از شما قطع امید کردیم و به حمایت‌های شما اصلاً هیچ امیدی نداریم و دنبال کار و زندگی خودمون هستیم. و اما در رابطه با آقای هادی خورسندی گفتم، آقای رضا، ببینم کی نوشته، باید بنشینیم جواب تو را بنویسیم. آها، رضا علامه زاده برای هادی خورسندی یه چیزی نوشته بود که آقا این عکس ایرانی که گذاشتی رو کلاد ولی با اون چیزی که برای ابی نوشتی درست نیست و اینا. آقای علامه زاده،
آقای هادی خورسندی به نظر من درست میگه. آقا شما اگر یک کسی رو الکی سیاسی میکنی، بعدم هر وقت که اون دلش نخواست سیاسی باشه دیگه شما باید دست بردارید ولش کنید. ای بی بنده خدا، یه آدم این همه سال معتاد و این ماجراها و بعد حالا رفته با یکی ازدواج کرده، اون خانمه شده منیجرش، پسر خانمه از بی بابایی اینو بابا میدونه و دنبال کارش و اینام، بذارید بره یه پول جمع کنه. تا الان 10 بار گفته این تور آخرمه، سفر آخرمه، دوباره شما مردم خر میشید دوباره میرید. خب آقا وقتی خرین یکی هم سوار میشه دیگه، چرا ناراحتید؟ در هر صورت هادی خورسندی آمده جواب داده چند نکته برای آقای علامه زاده. مسئله خلیج فارس برای جماعتی تبدیل شد به مسئله ابی خواننده و پول درآوردنش. برای فیلمساز انقلابی ما تبدیل شد به مسئله کلاه هادی خورسندی. ای بابا رضا جان بیکاری ها، حالا من باید بنشینم جواب تو را بنویسم؟ که نمی نویسم، بلکه اجالتاً چند نکته را عرض می کنم خدمتت. اول اینکه تیتر درازت هادی جان بالاخره ابی و کاملیا گربه ملوس ایران ما را از پیشانی کلاهت پیش کردن، کفایت می کرد که دیگر باقی مطلب را ننویسی، چرا که تمام حرفت یا فوشهایت را در عنوان مطلب آورده ای، ولی انگار وقت اضافه داری. بعد هم راجع به نقش گربه بر کلاه من در پرانتز میگویی که کمی هم خودنمایانه مینمود برای من. خودنمایانه چرا؟ سرنمایانه میگفتی چون رو سرش گذاشتی اینو. یک چیزی، چه آدمهایی هستید شما که یک کلاه را بر سر کچل آدم نمیتوانید ببینید؟ گیرم طرحی مناسب با سرودم بچه ها این گربه ها هم این گربه ایران است بر پیشانیش باشد. خب اگر این نبود تو در سر تا سر مقالت به کجای من میخواستی گیر بدی و بند کنی؟ یک نگاهی به کلاهی که همیشه به سرداری بینداز، دست و پای گربه ملوسمان در کلاهی که حالا به سرداری از زانو قطع شده است. وای حسین کشته شد. خلاصه هادی با این طنزش، اون آقای علامه زاده هم با اون هنر سینمایی، اینها به جان هم افتادن و روزگار خیلی غریبیه. این صفحات مجازی هر که هر چه میخواهد دل تنگش میگوید و مینویسد و من و شما هم اینو میخونیم به این سمت میریم، اونو میخونیم به اون سمت میریم. و اما نوشته ذخایر استراتژیک کشور در حال تمام شدن است. عکس هم انداخته از کیسه های شکر و برنج و این چیزا. بذارید من اینجوری نشونتون بدم ببینم پیدا میشه یا نه. اینو یک لحظه نوشتم این برنامه رو با دوستان خود شیر کنید. دوست داشتید شیر کنید، دوست نداشتیدم شیر نکنید، دیگه اصلا مهم نیست. بله یه مغازه یا یک استوریجی، یه ویرهاوسی رو کشیده عکس انداخته، نمیدونم روغن و چیز، ولی نوشته ذخایر استراتژیک کشور در حال تمام شدن است. من نمیدونم اینا که میخوان یه چیزی بنویسن، آخه ذخایر درست ذخیره میکنن، ولی اینا که جز ذخایر انباری های یا انبار ایران یا غلات ایران یا در هر صورت. نوشته به گزارش شفقنا عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران گفت که دولت در شرایطی برای حذف ارز ترجیحی خیز برداشته است که با کمبودهایی در ذخایر استراتژیک کشور روبرو هستیم و تبعات حذف ارز ترجیحی هم نه با 200,000 تومان یارانه بلکه با 1,000,000 تومان هم جبران نخواهد شد. میدونید که بحثایی هم هست سر خط فقر در ایران. بعضی ها میگن 4,000,000 تومان به پایین خط زیر خط فقر هستی، بعضی ها میگن نه زیر 10,000,000 تومان اگه درآمدت باشه زیر خط فقر هستی. البته بعضی ها میگن اگر خونه ای داشته باشی مال بابات مال خودت با 4,000,000 هم میتونی سر کنی، ولی اگر نداشته باشی با اون 10,000,000 هم
به اصطلاح هشت گروه 9 و 10 و 12 هست و وای به حال مردم. تورم در آمریکا هم یه مقداری داره قوقا میکنه، کولاک میکنه. قیمت بنزین مخصوصا باز دیروز همون موقعی که بایدن در لهستان و اینها بود، روسیه یک جایی رو این دپو، فیول دپو یا گاز دپو، مثل هوم دپو دیدید، مرکز تدارکات و اینها، اون رو زد. اونجا جایی بود که مثل پالایشگاه بود ولی بوشگاه های بزرگ نفت، منابع نفت و بنزین و اینها بود، عکسش هم نشون میداد. خلاصه اونم باعث شد باز یه قیمت یک کم بره بالاتر. حالا ببینیم چه خواهد شد. ولی مثلا در این مریلند همسایه ما که یک گاورنر بسیار خوبی داره و قراره نامزد رئیس جمهورم بشه و اگه بشه بنده که از اونایم که بهش رأی میدم، چون با وجودی که جمهوری خواه هست ولی آدم دانایی هست. امروز اکبری نوشته بود که این عکس ثریا و ماشاءالله این شاه هم از بس زن داشته دیگه آدم نمیدونه فوزیان، فرح، ثریان، بعدم یه چند تا هم زنای چیز داشته مثل آخوندا. این شاه کپی آخوندا بوده. خلاصه نوشته بود که آدم فکر میکنه هالیووده. منم نوشتم این شاه ترسو ای کاش رفته بود و هنرپیشه شده بود. میدونید وقتی که فرار کرد رفت ایتالیا، اونجا به این ثریا گفته بود بابا بی بریم یه مزرعه‌ای بخریم برای خودمون زندگی کنیم. ای کاش رفته بود. بعدم با پولی که داشت مثل ریگان و اینها ممکن بود یه فیلمی هم بازی کنه، بعد حالا یه چیزی میشد یا نمیشد. همین پسر عقب افتادش، این رضا تنبل پلوی، اینم چندین بار گفته که شغل ایدئالش، البته ایشون اهل کار که نیست که، ولی گفته شغل ایدئالش اینه که کارگردان بشه، هنرپیشه باشه. ماشاءالله دیده بودید مثلا وقتا میگفتن چی میخوره بچه، میگفتن هنوز از شیر نگرفتنش، وقتی بگیرن میخوان با آبگوش شروع کنن و فلان و سوپ و اینها. اینم که هنوز از شیر مادر نگرفتنش، هنوز تو فکر کار و اینها نیست، ولی ای کاش این بره دنبال کار و زندگی که باباش و خودش میخواستن. و اون ماجرارم برای ایشون نوشتم که شاه ترسو ای کاش رفته بود و هنرپیشه میشد، چون قبول کنید شاه هنرپیشه خوبی بود، کسی که دیپلم نداشته باشه ولی بیاد به یه مش تیمسار و دکتر و این و اون اینجوری نقش بازی کنه که همه چی رو میدونه و اینا. البته اونا زرنگتر از این بودن، اونا میگفتن تو خودت خری، هر کاری میخوای بکنی بکن، هر چی میخوای بگی بگو، ما داریم میخوریم و میدوزیم و میبریم، حالا بعدن میفهمی چه بلایی سرت اومد. که سال 57 آقای شاه فهمید، یک گفتگوی بدون رتوش با ابتهی. ابتهی یکی از این آخوندهایی بود که در دوره خاتمی اگه اشتباه نکنم حرفایی که میزد و اینها خیلی جالب بود، ولی اینها بعد یه مدتی میشن مهرهای سوخته و میرن کنار و به اصطلاح خیلی کسی براشون ارزشی قائل نیست و نمیشه. و اما برگردیم به صفحه خبرها. اینجا میگه که یک صحنه تلخ اما واقعی از آخوندهایی که سوار مردم شدن. بعد استانداپ آقای هادی خورسندی است، نمیدونم کجاست و برام مهم نیست. من الان برنامه های کنسرت، استانداپ، نمایش و اینا رو نمیرم، چون هنوز باور دارم که این خطر کرونا خطر جدی هست و نباید به این سادگی ول کنیم و دست از ماسک و اینها بکشیم. و اما سلاح جدید آمریکا، پهبادهای قاتل در سایز نان باگت. این نان باگت همون نون فرانسوی رو اینا میگن نان باگت. و این پهبادها هم حالا دیدید دیگه، هم ایران درست میکنه از اون ور میزنه، هم آمریکا و کشورهای دیگه، و چه خواهد شد باید صبر کرد و دید. البته از یه طرف نگرانی این هست که روسیه و این یوکراین به اصطلاح جنگ های اتمی رو شروع کنن و میگن اگر این جنگ اتمی شروع بشه، جنگ جهانی سوم که شروع میشه، هیچ جنگ جهانی اتمی خواهد شد. نظر شما چیه؟ با وجودی که تصمیم گرفتم که این
آخرین برنامه باشه، یا اینکه حداقل برای بهار یه مدتی به اصطلاح آف بگیریم و بریم دنبال کار زندگی، بذاریم شما هم برین دنبال کار زندگیتون. اگه کسی میخواست فعالیتی انجام بده، حکومتی رو عوض کنه، ما دست انداز سر راهش بودیم، حالا ما میریم کنار، این دست انداز میره کنار، ببینیم شما با چه سرعتی ارواح عمتون میرید و پیروز میشید. اون از سازمان مجاهدین یه مش پیرپاتالی که افتادن در آلبانی، خانم معینی نوشته بود اون موقع 70 کیلومتری ایران بودیم، هیچ کاری نتونستن انجام بدن، همه جوان بودن، اسلحه های صدام حسین بود. الان در 1200 کیلومتری بعد آقای شیخی نوشته بود نه، 1200 کیلومتری فاصله هوایی است، اگه کسی بخواد مرز با ماشین بره و اینها فرق میکنه. راستی وقتی شما مثلا میزنید به گوگل یا به اپل مپ یا به ویز یا واضح، بعضی ها میگن نخ برای نقشه و اینها، اینا فقط فاصله هوایی رو بین دو تا نقطه نشون میدن یا واقعا مسیری که میرید. من فکر کنم وقتی می‌نویسین رانندگی، درایوینگ یا قدم زدن و اینها، اونا اون مسیر اون خیابونایی که شما میرید اونجا رو می‌نویسه. یه بار دیگه هم اینو گفتم، اگه یه جایی هستید که اینترنتتون قطع و وصل میشه، من این کارو چند سال پیش تو آلمان یکی از دوستانمون یادمون داد، یعنی اینجا یادمون داد وقتی رفتیم آلمان که سرویس اینترنت همه جا نبود، به خوبی ازش استفاده کردیم. یه چیزی هست به نام گوگل مپ آفلاین، یعنی نقشه گوگل بدون اینترنت. اونو شما یه جایی که اینترنت هست نقشه رو بزنید، بعد این میاد تو کامپیوترتون یا تو تلفنتون یا تو لپتاپتون هرچی، بعد وقتی میرین اگر اون قطع بشه شما در بیابان و در خیابان و جاده ها سرگردون نمیشید. یه مقداری راجع بهش خودتون رو آگاه کنید، گوگل مپ آفلاین. بعد وقتی هم چیه، اون زیر یه نقشه میاد مثل یه ابری که جلوی ماهواره رو گرفته، یعنی الان شما اون اینترنت و اینا رو نمیتونید داشته باشید. یه دوستی برای من پیغام گذاشته بود که آقا تلویزیون من و تو یا تلویزیون های دیگه تبلیغ میکنن برای یه دستگاهی که میگه نه اینترنت لازم دارید نه ماهواره. گفتم خب چجوری پس میگیره؟ بعض وقتا اینا یه چیزایی رو دروغ میگن، میگن حالا کی توجه میکنه، میگه یه باکسایی رو میفروشن نمیدونم. گفتم من نمیدونم، خبر ندارم، از جایی بخرین که اگه نخواستید بتونید پس بدید. معمولا ایرانی ها هنوز این کار رو انجام نمیدن. یه چند تا عکس داریم بهتون نشون بدیم بلکه چیز بشه. آهان، در رابطه با یوکرین و ماجرای جنگی که اونجا هست و ایران کدوم طرف هست، شما نظرتون چیه؟ ولی یه نگاهی به این نقشه بکنید دوستان، ایران رو نگاه کنید، این ور افغانستان، اون ور ترکمنستان، اون ور ترکیه، اون ور آذربایجان، این ورش عربستان سعودی، این ور عراق، اون ور پاکستان. واقعا عجب گیری افتادیم ما، اگر بگیم مرداب و لجنزار کم نگفتیم. حالا امیدوارم که یه جوری بشه که این کشورهای دوربر ایران هم از دموکراسی و اینها، خود ایران اول از دموکراسی و اینها مطلع بشن و باخبر بشن، بعدم مردم به اصطلاح یک روز خوشی، روزهای خوشی در انتظارشون باشه. یه عکسی دوستان روی فیسبوک گذاشته شده بود که خیلی هم اعتراض کردن که چرا فیسبوک این عکس رو ور نداشته، و این عکس رو آقای بیژن مهر گذاشته بود. حالا ما هم یک نشون میدیم و برمیدنیم، امیدواریم فیسبوک یقمون رو نگیره یا یوتیوب و اینها. این عکس یه سرباز روسی رو نشون میده که گویا مردم یوکرین اینو گرفتن و شلوارش رو آوردن از پاش بیرون و پرچم روسیه رو به اصطلاح میبینید کجاش فشار دادن، با کمربندش پاشو بستن به این، دستشو بستن به این تیر چراغ برق که نتونه جایی بره. آقای بیژن مهر وقتی که دیده بود خیلی ها اعتراض کردن، نوشته بود نه، این سرباز جنگی، این جنگ نیست، این سرباز جنگی نیست، اینا جنایتکارن.
بهش گفتم که ببین آقای بیژن مهر، این کار شما درست مثل کار رضا فاضلابه. فاضلی بود میگفت باید آخوندها رو روی تیر چراغ برق ببندن و فلان و بیسار اینا. خب آقا شما اگه این کارا رو بکنی که با اونا فرقی نداری. بعد بهش گفتم آقای بیژن مهر، شما هیچ وقت تو ارتش رفتی؟ تو ارتش اگه حرف فرماندهتو گوش نکنی، که همون موقع دادگاهی و نمیدونم اگه زمان جنگ باشه نمیدونم دادگاه صحرایی و فلان، اگه گوش کنی و بزنی اینو رو بکشی که بعدن، ولی اگه نگاه کنی نرفتن تمام سربازای آلمانی رو بیارن توی زیندورف و این ور اون ور محاکمه کنن، معمولا سرانشون رو میارن، سران اونها هستن که مسئول هستن. البته ناگفته نماند خیلی جاها بودن سربازایی که وقتی یه چیزایی رو یه فرمانهایی بهشون دادن دستورایی دادن که غیر انسانی بوده و اینها رعایت نکردن رفتن. ولی الان دیگه مثل زمان نمیدونم همون زمان اسکندر هم اینجوری نبوده، زمان کوروش و اینا هم اینجوری نبوده. تو فیلم ها ما دیدیم که وقتی میخوان جنگ کنن سپاه این کشور میاد توی صحرایی، سپاهیان اون کشورم میان توی صحرایی و از دور میگن حمله و با هم جنگ میکنن. ولی آقای بیژن مهر اینجوری نبوده. شما تمام جنگای دنیا هر کدومشو میگی اسم ببر، مردم بیچاره‌ای که جزو ارتش نیستن اونها بیشترین صدمه رو میدن، اونها هست که آب مسموم میکنن، اونها هست که شهرشون رو محاصره میکنن، اونها هست که زن بچهشون رو آتیش میزنن، تجاوز میکنن. و خلاصه من خیلی برای خودم خوشحالم. این پتیکم یه نصیحت دوستانه به من کرد، گفت آقا راحت برو از زندگیت استفاده کن. خیلی ممنون پتیک عزیز، در تمام این چند سالی که من با شما آشنا هستم همه این نصیحت هایی که کردی یک طرف، این نصیحت آخری واقعا یک طرف. خیلی ممنون، متشکرم. و اما آقای ابراهیم، حالا این ابراهیم بخونیم یا ابراهیم، ابراهیم مرادی گفته با سلام و تبریک عید نوروز با آقای سوربی. سوربی هم با سه نقطه نوشته. میدونم وقتی فارسی می نویسین خود اینا درست کن. من فامیلیم سوربی هست به شیرازی، همون سرب، اون فلز سرب. دلیلش هم اینه که اجداد ما به اصطلاح گلوله و ساچمه و اینا درست میکردن، هنوزم باقی مونده فامیل سوربی تو بازار وکیل هستن و وقتی رد میشی شیشه هایی هست که گلوله های مختلف اندازه های بزرگ اینا. یادم این آقای حکیم لایی میگو من از سوربیا ساچمه میخرم برای تفنگ دمپور. اینم از این. و هموطنان عزیزم بابت روشنگری دقیق از شما بسیار ممنونم. آقای مرادی، ما یه سری مرادی کردم داریم که اینها فامیلمون هستن. فامیل چی میگن سببی و نسبی ما هیچ وقت یاد نگرفتیم، در صورت از طریق ازدواج به اصطلاح فامیل ما شدن و خیلی هم آدم های خوبی هستن، کرد سنندج هستن. خب آقای پتیک داره کار میکنه، امروز هم که یه شنبن و گاهی وقتی عکس ها رو میفرسه خیلی جالبه. امروز یه عکس فرستاده بود سر این پیچ ها رو، سر پیچ هایی که چوب دیدی اون وقتا فقط یه پیچ گوشتی ساده، خب اینا در میرفت، اومدن فلپ یا چارسو درست کردن که در نره، بعد برای که هر کسی نتونه بازش کنه کردنش به صورت ستاره که بهش تی هم میگن، بعضیا کردنش به صورت آلن رنج و اینا. حالا یه چیز دیگه این برای من عکسش فرستاده بود و گفتم والا من نمیدونم، همچین چیزی ندیدم. ولی معمولا وقتی میاد اولش هست توی قوطی که میخری تو همون آچارش هم هست و همیشه این کارا رو میکنن که شما آچار بخری. میگفت در صورت این آچار نیومده بهش و آچارم نداره. ممنون از آقای مرادی، ممنون از خانم دانشزاده. لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتونم شیر کنید، نظرات اونها رو هم بپرسید. اگه گفتن مخالفیم شما بگو آره منم مخالفم، ما این چی میگه الکی حرف میزنه. اگه گفتن موافقید بگو خوشحالم که شما با من موافقید و به اصطلاح حرف دلون میزنید. دوستان به خاطر اختلافاتتون و مخالفتتون از نظر سیاسی، از نظر فکری با افراد دشمن نشین، مخصوصا اونایی که نمیشناسین. حتی اونایی که میشناسینشون حتما شما تو فامیلتون توی دوستاتون افرادی رو دارین که با شما مخالفن،
حتما شما تو خانوادتون شما مثلا ماشین سفید دوست داری که ببیننش از دور، یه نفر ماشین مشکی دوست داره، مخصوصا جوونا ماشینای مشکی دوست دارن. خب این اختلاف نظره، به خاطر اینکه دشمنش نیستی. حالا یکی ترامپ دوست داره، یکی بایدن دوست داره، یکی کلینتون دوست داره، به خاطر این چیزا با هم دشمن نشید، چون اگه دشمن بشید اون وقت نشون میده که احمق هستید، مخالف احمق مخالفی هستید که از حماقت به درجه دشمنی خودتون رسوندید. و من در این 23 سال گذشته کم ندیدم در رابطه با ایرانیایی که نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، هی فریاد آزادی میزنن، ولی از این آزادی که نصیبمون شده تو کشورهای اروپا، تو کشورهای آمریکا نمیتونیم استفاده کنیم. آمریکایی‌ها یه مثالی دارن، میگن آزادی معنیش این نیست که شما یه بلیت بخری 7 دلار یا 13 دلار و بری توی سالن سینما فریاد بزنی آتش آتش، وقتی همه ریختن بیرون و چند نفر دست پا شکست، یه دو تا بچه زیر دست پا خفه شدن، اگه کسی شما رو گرفت گفتن چرا، شما بگی آزادیه، من هر چی دلم میخواد میگم. خب اینم از این ماجرا. برگردیم این عکس ها و نوشته ها رو من به شما نشون بدم، یه کمی کامپیوتر خودمون رو پاک کنیم. ایران رو نشون دادم که در بین چه کشورهایی قرار گرفته. این عکس جنگ رو نشون دادم که جنگ واقعا چیز بدیه. نمونش همین این سرباز روسی که اومده، این بنده خدا فکر کرده که حالا میاد میشه قهرمان، ولی روز یک شنبه است و در کشورهایی که شما هستید و من هستیم تعطیل هستیم. این یک عکسیه که باز آقای اکبری یا آقای آتیلا، گفتم اینها شونه به شونه هم دارن جلو میرن از لحاظ طنز، از لحاظ عکسهای خوب. ایشون نوشته بالاش که این کلاه ایمنی نمیذاری قبول، ولی ناموسن کاندوم بذار. دوستان چرا توی ایران کاندوم رو بهش میگفتن کاپوت و باز مثلا هود ماشین رو بهش میگفتن کاپوت، ترانک عقب ماشین رو بهش میگفتن کاپوت، چند تا چیز برای این کاپوت. اونقدر جالبه وقتی میری آلمان، کاپوت یعنی خراب، کاپوت گماخت یعنی خراب شد، خرابش کردن. اینم از این کلاه ایمنی نمیذاری، میگه کلاه ایمنی نمیذاری قبول، ولی ناموسن کاندوم بذار. این آقا 7 تا بچه رو قد و نیم قد نشونده روی این موتورسیکلت و اون مامور پلیس، حالا شانس آورده تو هند و بنگلادش و اینا پلیسا با چوب و اینها مردم رو میزنن. و اینم یه عکس دیگه من از اینجا بردارم. بله دیلیت. حالا این چیه؟ آها این عکسم جالب بود، روی اینترنت میچرخید، ما هم گذاشتیم روی یکی از کامنت ها. این گویا یک آقایی بوده که چایی میفروخته، چایی خشک، و اومده یه دونه، نبادم خیلی قدیمی باشه چون این پاکت ها تو ایران خیلی قدیمی نیست، ولی سنگ و ترازوشو میبینید، از این ترازوهای دیجیتال نیست، ترازوهای خیلی به اصطلاح ساده و خیلی دقیق بودن این ترازوها. در صورت این سنگ رو که گذاشته اومده یک پاکت خالی زیر سنگ گذاشته، اینجا میگم که خط قرمز کشیده، میگه ازش پرسیدن که چرا پاکت میذاری زیر سنگ، گفته من چایی میفروشم، کاغذ که نمیفروشم، یعنی اگه اینو نذارم یک پاکت از لحاظ وزنی. و البته یه نفر نوشته بود همین آدم ها بیشتر کلا میذارن سر مردم. من فکر نمی کنم اونایی که میخوان کلا بذارن کلا یه جور دیگه هستن. این ویدیو کامیونارم پاک کنم، چون من هفته قبل 2 ویدیو گذاشتم روی فیسبوک، میتونید تو فیسبوک نگاه کنید، از این تظاهرات بی خود و بی برنامه کامیوندارای آمریکایی که همینجوری میچرخیدن بدون هدف و نوشته بودن ما واکسن نمیخوایم، ماسک هم نمیخوایم. گفتم خب کسی که بهتون نمیگه بزنین، کسی هم نمیگه ماسک داشته باشید، گذشت تموم شد، شما دوزاریتون دیر افتاد. طرف تو ایران میگه که دوزاری ما وقتی افتاد که تلفونا کارتی شده بود. اینم خیلی جالبه. البته من شنیدم توی مقطعی تلفونا تو ایران مجانی بوده، تلفونای عمومی،
برای اونایی که میرن سر خیابون و اینها زنگ میزنن، اونا مجانی بوده. خب بریم سراغ فولدر یا پوشه برنامه‌های امروز که مهمترین خبری که اینجا بود یکیش سقوط هواپیمایی بود در چین که میگه سقوط مرگبار هواپیما در چین، جعبه سیاه دوم هم پیدا شد. این جعبه های سیاه الان دوستان ماشین ها هم جعبه سیاه دارن، وقتی یه تصادفی انجام میشه پلیس، مامور بیمه اینها یعنی میگیرن اون جعبه سیاه ماشین رو و ازش یه اطلاعاتی میگیرن که این لحظه آخر چیکار کرده، ترمز شدید زده، سرعت بالای به اصطلاح قانون میرفته، از جاده منحرف شده و الی آخر. حالا من براتون این سقوط مرگبار هواپیما در چین رو که اورو نیوز فرستاده براتون میخونم. نوشته مقامات چین روز یکشنبه امروز 27 مارس 7 فروردین اعلام کردند که یکی دیگر از جعبه‌های سیاه هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی این کشور را که هفته گذشته سقوط کرده بود پیدا کردند. پرواز 5735 شرکت هواپیمایی شرقی چین با 134 یا 2 سرنشین از کنمینگ در جنوب شرقی این کشور به سوی گوانگژو در حال حرکت بود که به هنگام آماده شدن برای فرود ناگهان از ارتفاع 8800 متری به صورت عمود و شیرجهوار به زمین سقوط کرد. جالبیه که از بس این روزا همه جا دوربین هست، یه دوربینی هم یه جایی این تصویر رو گرفته و نشون میدادن و آدم باورش نمیشد که یه هواپیما اینجوری صاف، چون هواپیما اگه دوتا موتور، چهارتا موتور، هرچی چی بشه تا یه مدتی گلاید میکنه، یعنی پرواز میکنه. اگه یادتون باشه اونا که شیرازیان طرفای زرغون و اینها یک جایی بود کلوپ هواپیماهای گلایدر، یادم این آقای بشاورد، محمود بشاورد همشاگردی ما، میرفت اونجا پرواز میکرد، میمد برای ما تعریف میکرد. هواپیما دوستان بعضی وقتا تا کیلومترها، مایلها میتونن بدون موتورشون اینها همینجوری با این بالشون مثل عقاب و اینا که بال میزنن بعد ول میکنن بال زدن رو و با بالشون همینجوری میرن. این هواپیماه چجوری اینجوری عمودی به اصطلاح سقوط کرده حالا بعدن معلوم میشه. میگه رسانه های دولتی چین گزارش کردن که جعبه سیاه دوم هم پیدا شد در حالی که بر اثر شدت ضربه 15 متر در زمین فرو رفته بوده. حالا بیچاره اونایی که توی این هواپیما بودن ببینید چه بر سر آنها اومده. هر هواپیمای مسافربری دو جعبه سیاه دارد و جعبه سیاه جدید پیدا شده حاوی مکالمات داخل کابین خلبان است. یه پروازی تو زمان کلینتون، خلبان و اینها مال مصر بودن و گویا از مصر پرواز میکنه میاد میخواد بیاد نیویورک و این دعوایی شد بین کشور مصر و کشور آمریکا و هواپیمای آمریکا و اینا، میگفتن که این خلبانه خودکشی میخواسته بکنه، این هواپیما رو زده داغون کرده. مصری ها میگفتن که نه، این هواپیما نقص فنی داشته. ولی من اون گزارش مستندی که دیدم باورم به اینه که این خلبان مصری که گویا از زنها یعنی آزار جنسی میرسونده به زنها و شکایات زیادی شده بوده، اونا به جایی که بازنشستش کنن و اینا، دیدید بعضی وقتا میگن این 2 ماه دیگه خدمت داره، ولش کنید، خلاصه همینجوری ولش کنید. من فکر میکنم اون خلبانه این کاری کرد، چون صحبتایی هم که تو کابین هواپیما شده و بی خود میاد میگه من میخوام بشینم اینجا، میگن بابا ما حالا تازه مثلا حرکت کردیم برو بشین، یا مسیری نیست، یا هم چیزی، اصلا خلبانی نبوده که قرار بوده این هواپیما رو هدایت کنه. برید روی چیز بنویسید که فکر کنم 1999 بوده، یا بنویسید مثلا ایجیپت یا همون هواپیمای مصری، سقوط هواپیمای مصری نزدیک نیویورک. و یه چیز دیگه که من دیشب دیدم، این بعد از ماجرای سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر، توی ماه نوامبر
یعنی سپتامبر، اکتبر، نوامبر همون سال 2001 یه هواپیمای دیگه سقوط کرده بود که خیلی ها فکر میکردن حمله تروریست و اینها هست، ولی فیلمی که من میدیدم کامل نبود. میدونید بعض وقتا فیلم ها به صورت خبره، یه دو دقیقهشو نشون میده، باقیشو به شما نشون نمیده. ما هم یه اصلا میگم یه پیک چای بنوشین. دوستان چای گرم نخورید، چای گرم باعث میشه که سرطان لثه و دندون دهان و اینا. و اما میگه بلینکن رئیس به اصطلاح وزیر امور خارجه آمریکا در بیت المقدس گفت آمریکا و اسرائیل مصمم هستند از دستیابی ایران به سلاح هستگی جلوگیری کنند. حالا ببینیم چه خواهد شد. از اون ورم ایران پاشو کرده توی یک کف. راستی چرا میگفتن پاشو کرده توی یک کف؟ که اگه شما میخواین برجام دوم امضا بشه باید این سپاه پاسداران از جزو لیست چیز بیاد بیرون، تروریست و اینها. اونا هم گفتن امکان نداره. و اما آمریکا حتی در صورت توافق هسته‌ای با ایران تحریم های سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. این آخرین خبر دیروز برجام و اینها بود. جنگ در شرق اروپا. رئیس سازمان اطلاعات اوکراین گفت روسیه میخواهد کشور را دو پاره کند. من نمیدونم پوتین با چه فکری این جنگ را انجام داد. خیلی ها به این زلنسکی میگن که تو وقتی که این دور برت وایساده بود، هی بایدن و همه گفتن این میخواد حمله کنه، گفتید نه، نذاشتی مردم برن. بعد که این حمله کرد گفتی مردم برن، که به این وضع فجیع بعضیا چند روز توی بیسمنت و زیرزمینا و اینا موندن. البته از اون ورم می‌بینیم اتوبوسای نو مرتب میاد اینا رو سوار میکنه میره. 2 میلیون نفر از اینا رفتن تو لهستان. حالا همین لهستان سابقه خودش و پناهندگیش و اینا رو ببینید و رفتارش با پناهندهای دیگه. ولی گفته اینا پناهجو نیستن، اینها مهمانان ما هستن، برادران ما هستن و الی آخر. به همین خاطر جو بایدن هم دیروز رفت لهستان و ماجرای این اوکراین و زلنسکی و اینها. بعضی ها میگن این زلنسکی هم خیلی بدش نمیاد از این جنگ، چون نظر تمام دنیا بهش جلب شده، از طرفی دارن چپ و راست هم کمک میگیرن و امتیاز. وقتی هم شما دیکتاتور، نه، وقتی شما حکومت و پالیتیک و سیاست و اینها وارد میشی، بعضی وقتا مثل بازی شطرنج. بله این سرباز مال توه، ولی تو سرباز 2 تا 3 تاشو از دست میدی که فیل اونو بزنی، اینو بدونم وزیر اونو بزنی و الی آخر. ولی برگردیم به ماجرای پوتین. چجونه پوتین یه همچین کاری انجام داد که تانک و ماشیناش و سربازها بدون بنزین و خوراک و اینا بمونن؟ همه میگن این فکر میکرده وقتی که میاد اون میاد صحبت میکنه و به اینجا نمیرسه و تدارک ندیده برای اینجا. از طرفی گزارش های میاد که جنرالای به اصطلاح چند ستاره روسی کشته شدن، که این خیلی بده. از طرفی باز گفته میشه که تا امروز حتی نگفتن که آقا یه مصاحبه من با آقای علیرضا نوری انجام دادم راجع به دیکتاتورها و اینا بود، ایشون اصرار داشت که بگه دوربرای شاه بد بودن، خودش خوب بوده. من گفتم آقا چرا این وزیر جنگ یا وزیر دفاع روسیه هیچی نمیگه؟ گفت برای که پوتین. گفتم آها، ببین شما کشورهای دیکتاتوری هیچ کسو نمیشناسی، فقط اون بالا میشناسی. تو ایران شما هیچ کسو نمیشناسی جز خامنه ای. شب 1 ساعت اخبار نشون میده، میگه آقای فلانی مسئول فلان، آقای فلانی مسئول فلان، ولی شما وقتی میخوای فحش بدی به خامنه ای فحش میدی. شما وقتی میخوای بگی آخه مرد حسابی، تو که نمیتونی هم از به اصطلاح متخصص اتم باشی، هم متخصص روزه و نماز باشی، هم متخصص واکسن باشی، هم متخصص کرونا باشی. بعد نگاه میکنیم این شاه هم بود، شاه هم همین کاری کرد. در هر صورت بیچاره ما ملتی که گرفتار اینها شدیم. آقای سهراب چمنارا یه عکسی گذاشته بود از اوائل حکومت رضا شاه، شاید هم فروغی بوده همراش، و حالا خامنه ای و
رئیسی، به انگلیسی براش نوشتم same shit، یعنی چه فرقی میکنه، اینا the same هم. هر وقت رضا شاه تا موقع خوب بود که رضا خان بود و فعالیت کرد و وزیر جنگ شد و تو ارتش بود و تو سقط، همچین که شد شاه شروع کرد دزدی. آقای خامنه ای تا موقع خوب بود که پیپ میکشید و فلان بود و با آقای طالقانی بود و فلان، تا وقتی شد چیزی هم شد. حالا اگه خودشم میگن خودش دزدی نمیکنه، البته بعضیا میگن نه یه پولایی ده، من نمیدونم اینا پول دارن تو این بانک ها و اینا یعنی چی. خب پول میذاره تو بانک که خوش میگذرونه با پولش. حالا شاه اولا سفر سوئیس میرفت، جنوب فرانسه میرفت، خامنه ای که رفته یه جای خوش بگذرونه، در اصلا نمیدونم. ولی اینجوره اتفاقا، اینایی که دیکتاتور میشن اون کشورایی که اینا وابسته میشن بهش، اونا به اینا یاد میدن که کشور شما جای امنی نیست، بانک شما بانک امنی نیست، بیا پولتو بذار اینجا، بیا اینجا زمین بخر، بیا اینجا چی کن. بعدم میگن به اسم خودت نیاری ها، میفهمن یه نفر تو بانک کار میکنه میفهمه این حساب قامنه ایه، میگه چیکار کنم، میگه یه اسم دیگه بذار. چی بذارم؟ بذار آقا شرکت ABC با مسئولیت محدود. بعدم اون میره میمیره تموم میشه، این شرکت های ABC با مسئولیت محدود میخورن این پولا و میرن. همین سوئیس که ما هممون میگیم آخ سوئیس بی طرف، شما برید ببینید چه بلایی تو جنگ جهانی دوم سر این یهودی ها آورده، سر طلاهاشون، سر آثار و هنریشون و الی آخر. خلاصه که روزگار غریبیه. ما 23 سال گفتیم و گفتیم، نمیخوایم خدای نکرده بگیم یاسین تو گوش خر خوندیم، چون چند نفری هم بودن که متوجه شدن، چند نفری هم بودن بیشتر از ما بلد بودن، اونا یاد ما دادن. ولی یه جاهایش هم واقعا نرود میخواهنین در سنگ و گفتیم بابا بلش کن دیگه، کسی که خودشو زده به خواب شما هرچی هم فریاد بزنی اون چیش محکمتر فشار میده و باز نمیکنه. خب اینم از این گفتگوی اختصاصی با دبیر کل ناتو یا آمریکایی‌ها میگن نیتو، سلاح‌های پیشرفته ضد تانک و دفاع هوایی به اوکراین میدهیم. حالا شما خود همینا رو نگاه کنید، اولا 4 تا کشور دور اوکراین جزو ناتو هستن، اینا یه روز میگن ما نمیدیم، یه روز میگن میدیم، یه روز میگن که همین از طریق این کشورهای ناتو الان هر کاری دلشون میخواد انجام میدن. ولی دیگه این روزا دوره هر کاری انجام بدی نیست، روسی هم از اون بالا با ستلایت میبیند، چون همینجوری که از اون بالا با ستلایت آقای ایلان ماسک کمک میکنه به اوکراین، آمریکا کمک میکنه به اوکراین، روسیه هم و چینا و اینها هم لابد ماهواره هایی دارن که به اصطلاح نظارت میکنن و میبینن کجا به کجاست. آقای شیخی خیلی ممنون که تو برنامه قبلی هم شما راجع به فاصله کیلومتر و خط مستقیم و اینا گفتید، من هم همون موقع فکر میکردم که آلبانیا یا آلبانی باید فاصلهش بیشتر از 1200 کیلومتر باشه، ولی دیگه دوستان وقتی می نویسن ما خیلی ایراد نمیگیریم. ایشون نوشته که ایام نوروز و قرن جدید را به شما و خانواده گرامی تبریک و خجسته باد میگویم. از فحوای سخنانتان در برنامه گذشته چنین برداشت کردم که قصد دارید اجرای تلویزیون مردم را تعطیل کنید. به واقع متاسف شدم، ولی حالا که جناب عالی در حال اجرا هستی بسیار خوشحالم. خیلی خوشحال نشو، اول برنامه گفتم دلیلش اینه که من چون 2 تا مصاحبه دیگه داشتم، یکی با کانون آوا، یکی با آقای مهدی مهران نژاد، و این 2 تا دلیل های 1 و 2 بودن. دلیل 3، خب ما مثل آدم معتاد هستیم، هی به هر دلیلی میگیم حالا من از فردا شروع میکنم دیگه مشروب نخورم، از فردا شروع میکنم اعتیاد رو کنار بذارم. من منتظر یه بهانه بودم تا بهانه رو دوستان دادن دستمون وقتی که تماس گرفتن که آقا برنامه قبلی شما بیشتر دوستان صحبت کردن، گفتیم باش این یه برنامه آخری میذاریم فقط خودمون. ولی با آقای مهدی مهران نژاد ساعت 3:30 امروز توی برنامه جدا هستن. این برنامه به اصطلاح به خاطر این هست که ما سوالایی که داشتیم و داریم از ایشون بپرسیم در رابطه با این کتاب ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران
ایشون نوشته و حالا که صحبت از کتاب شد، یه کتابی هم من از این کتابه دو تا دارم. اون روز داشتم باز کتابا رو جابجا میکردم، دیدم دو تا دارم. این کتاب کهن دیارا که گویا خانم فرح پهلوی نوشته، معمولا آدمای معروف خودشون کتاب نمی‌نویسن، پول میدن به یه کسی، ولی اینا از بس حرص پول دارن به اسم خودشون چیز میکنن. این کتاب رو هم اگه کسی خواست، گفتم در مقابل یه مبلغی بالاتر از 50، مینیمم 50 دلار، اگه خواستید تماس بگیرید با تلفن، با زل، با پیپل، با فیسبوک، اینا 50 دلار یا بیشتر ارسال کنید، من براتون پستش میکنم. و الی آخر ساعت 3:30 با آقای مهدی مهران نژاد هستیم. خب ببینیم که اینجا دیگه برای شما چی داریم. وقتی به بازار رسید، آها این یه داستان جالبیه، میگه یه نفر که صاحب اولاغی به بازار رفت و گفت من اولاغم رو میفروشم. شخصی نزد اون آمد گفت چقدر، چند میفروشی؟ گفت 30 چوب. راستی چرا میگفتن 30 چوب؟ اون موقع که تومن بود، ریال بود، میگفتن 30 چوب. این ماجرای چوب یا چوب چیه؟ 30 چوب. شخص گفت میخرم و اون رو خرید. بعد وسط بازار اولاغ فروشان رفت و گفت آی مردم. شروع کرد به تعریف کردن از اولاغ که مردی از گوشه بازار گفت این اولاغ را 40 چوب میخرم. چوغ نوشته ایشون، میخرم. دیگری گفت 50 چوب و اینها، 60 چوب، و رسید به 70 و 80. و صاحب پیشین اولاغ با خود گفت اولاغی که مردم حاضر باشند 80 چوب بخرن را چرا خود من نخرم؟ دستش را بالا برد و گفت من 90 چوب میخرم. شخص گفت بفرما. 90 چوب 1، 90 چوب 2، 90 چوب 3. فروخت اولاغ رو به همون صاحبش. اولاغ فروخته شد به این مرد در ازای 90 چوب. در این لحظه شخص فروشنده دومی مرد را به کناری کشید، گفت ای مرد، تو هم فروشنده خوبی بودی و هم خریدار خوبی، آیا افرادی مثل شما باز هم سراغ داری؟ طرف گفت بله، خیلی هم زیاد. گفت کجا، از کجا میتونم اینا رو بیارم؟ گفت برو از بازار بورس ایران بیار. اینو یا جوک هرچی ساختن برای بازار بورس ایران که یه سری خام شدن. آقای شیخی شما بورس مورس که نخریدی، خدایی نکرده. این بازار بورس همینجا تو آمریکا هم هزاران بار کلاهبرداری شده. از اون مدوف کلیمی که پسرش خودکشی کرده، خودش هم در زندان مرد، تا اون خانم که وسایل خوراک و اینا استوارت، مارتا استوارت، تا نمایندای مجلس، تا سناتورای مجلس که خبرهای داخلی این شرکت‌ها رو میگیرن، بعد میان قبل از اینکه اعلام بشه میفروشن که غیر قانونیه، ولی کی دنبالش میره؟ تا همین آقای ایلان ماسک. آقای ایلان ماسک یه دفعه out of nowhere، بی جهت و بی دلیل میره یه چیزی رو میخره، موقعی که مثلا سهام این 1 سنته. من یادم توی مهمونی بودم سالهای 2009 اینا، خیلی ایرانی ها دنبال این بودن. یه نفر اومد من گفت آقا یه جایی یه معدن طلا و الان سنت سهمش یا شعرش 1 سنته، من اینقدر خریدم، شما بیا بخر. گفتم کجا هست؟ گفت اصلا نمیدونم. گفتم چه اصلا نمیدونی این کجاست، چیه، تاریخ اون کشوره چیه، خارجی ها حق دارن اونجا سرمایه گذاری کنن یا نه، تو رفتی خریدی؟ گفت آره. این ایلان ماسک هم همین کارو میکنه، میاد میگه مثلا من شرکت گولد ABC یه معدنی داره، من میخرم سهاماشو دونه 1 دلار. این دیروز خریده، امروز به شما میگه. اون وقت چون شما امروز شنیدی میری میخری، خود به خود گرون میشه. این فردا باز قبل از اینکه به مردم بگه میفروشم، میره میفروشه تو گرونی، ارزون میخره گرون میفروشه، مردم بدبختو میندازه گرون بخرن، بعدم که میفروشه ارزون میشه ضرر میکنن. اینم داستان اونایی که پول دارن، هی پول رو پولشون میاد. اون بیچارهایی هم که ندارن، یه دوستی دارم توی سوئد، گرفته بود به من که آقا بیا من یادت بدم این یه قسمتی از کامپیوترتو، شما کامپیوتر قویی هم داری، بذار این کامپیوترت شروع کنه این پولا
ارز دیجیتالی بسازه. گفتم آقا من نمیخوام، آقا بنده 66 سالمه، از زندگیم راضی هستم دیگه. حالا بالاخره تا اونجایی که تونستیم کار کردیم، پول درآوردیم، الانم راضی هستیم، بیام برای خودم بزنم درسای شب، بیام نگاه کنم، روز بیام نگاه کنم، ببینم چقدر ارز دیجیتال ساخته، گول کی زده، کلاه کیو برداشته و اینا، ولمون نخواستیم. خب در صورت ممنونم از یکایی که شما دوستانی که در طی این سالها با ما بودید، چه حمایت کردید چه نکردید. بالاخره به پایان این به پایان آمد این تیوی، ولی حکایت همچنان باقی است. برنامه های نوروزی تلویزیون های مختلف رو میدیدم، برنامه آقای شبخیز میتونم بگم بدترین بود، همینجوری فلبداهه توی پارکینگ اونجایی که تلویزیون دارن، باز این علیرضا امیرقاسمی یا تلویزیون های دیگه خرج و دکور و اینها، البته خب نشون میده اونا وضعشون بهتره. بعد آقای شبخیز دیگه هم پیر شده، هم بعد اون ماجرای چیز قلبی و اینها، آقای شبخیز شما مثل من، حالا خیلی هم خوشحال نوش رو نشون میده تلویزیون اینها، فکر کنم شما هم یواش یواش بزنی گاراژ رو بری دنبال زندگی خودت، اوضاع بهتر بشه. خب یه دو تا پیام بود، میخواستم اون قسمتش رو که این شخص مثل آدم صحبت میکنه پخش کنم، بعد گفتم چه کاریه این، حالا بره دنبال کارش. طرفدار رضا پهلویه، از فردا برو. رضا پهلوی بعد از دو سه سال گویا دیروز آمده با منت یه صحبتی کرده و یه تلویزیون یه تبریک گفته. آقا طرف آقای سهراب چمنارا میگه، یا آقای چیز بود دادرس میگه، من نمیدونم این بیچاره به چه زبونی بگه، آقا نمیخواد نمیتونه. اون مشهدیه بود میگه من هم میدونم هم میتونم، این نمیخواد نمیتونه، ولش کنید. حالا شما بنده دیگه نیست، برو از فردا به عمت زنگ بزن. خب برو فردا به رضا پهلوی. یه تلفنی گذاشته بود مرتکه، اینم بس که نخواد وقت بذاره، گذاشته همش رو اینترنت و اینها. در صورت گفتم برای چی، من برای چی پیام اینو پخش کنم، این مردک بیشتواد بیشعور. اولا میخواستم این کار کنم، میخواستم پیامش پخش کنم تا اونجایی که سلام کرده و سال نور تبریک گفته، بعد اون قسمت رو بگم. دیگه حالا شروع کرد به زن و بچه رضا پهلوی فحش داد، ما اینجا فحش نمیدیم. بعد گفتم نه اون پسته، من چرا خودم این کارو کنم؟ درصد بیخیال. پایان شکست ناپذیران ناپذیری شاگردان اسکوچیچ، ایران مغلوب کره جنوبی شد. ولی مثل که این از اون بازیایی بود که با وجودی هم که ببازه خیلی مهم نیست، البته از لحاظ امتیازی گویا مهمه. من اصلا فوتبال دنبال نمی کنم، برام مهم نیست. این آقای نصرت الله کریمی همون زمان ایران و اینها حرف خوبی زد، گفت والا من نمیفهمم 22 نفر 30 نفر هی میدون دنبال یه توپی، خب به هر کدومشون یه توپ بدین. بعد همون موقع این گوشه زمینم هم نشون میداد که 30 تا 40 تا توپ توی این توریا آوردن گذاشتن، میگه خب به هر کدومشون یه توپ بدید بدون دنبالش. یه بار دیگه گفتم، اینم میگم، میگن خوش شانسی و سعادت مثل توپ فوتباله، شما هی میدوی دنبالش که برسی بهش، همچی که میرسی بهش سعی میکنی چنان محکم بزنی بهش که تا اونجایی که میتونه بره، دوباره میدوی، دوباره میرسی، دوباره میزنی. این توپ فوتبال و سعادت و خوشبختی یادتون نره. محققان یک قرص ضد بارداری برای مردان ساختن که 99% بر موشها مؤثر است. قرص ضد بارداری رو اگه به مردا بگی از بس یادشون میره، اگه باید هر روز بخورن اینها، تعداد بچه‌ها زیاد میشه. من بارها گفتم اگه قرار بود زاییدن توسط مردا انجام بشه، انقدر این مردا سیسی و در مقابل تحمل درد نازک نارنجی هستن، نسل بشر برداشته میشد. به همین دلیل شاید طبیعت، خدا، هر کسی که مسئوله، این درد بزرگ رو میگن که درد زایمان مثل درد شکستن 27 استخونه. من استخونه مثلا انگشت پام تو کشتی شکست چقدر درد میگیره، استخون دستم شکست، ولی 27 تا از استخونا با هم بشکنه. خب
و اما آیا برنامه پوتین برای تغییر شیوه پرداخت گاز روسیه به روبل عملی است؟ میدونید که سالها پیش حتی احمدی نژاد هم گفت این واحد پول دنیا دلار هست، این آمریکا هر بلایی میخواد سر چیز میاره. صحبتایی بود که بشه ین ژاپن ولی هیچ وقت نشد. الان گویا روسیه میخواد پول گاز و نفت و ایناشو به روبل بگیره. البته روبل که چنان الان ارزونه که لابد هر یه لیتر بنزینی که به یکی میدن باید یه ماشین روبل به جاش بده. خب آقای اردشیر خان شیخی میگه من همون موقع خواستم پیام بدم شخصی با ویژگی شما نمیتونه خاموش بشه. چرا؟ که شما دارای شخصیت اجتماعی فعال یا اکتیو هستید با تجربه پویا و کنشگر و با ذهن پرسشگر و این خصلت ها جزوی یا جزئی از این کلمه جز و جز رو هم بعضی ها خیلی اشتباه میگن، خود منم گاهی وقت خاطی میگم، جزئی از هویتتان شده و طبیعی است که این گونه باشید. اینها همه امتیاز است که با سختی و قطره قطره چشمه جوشان شده. آقا هندونه زیر بغل ما نذار، بز ما بریم. پتیک وقتی گفته بود امیدوارم بتونی این قدرت رو داشته باشی بری دنبال کار و زندگی، گفتم که تلاش خودم رو انجام میدم، حالا به شرطی که ببینیم دوستان به اصطلاح چقدر اونها چقدر زورشون زیاده. بلغارستان اعطای گذرنامه طلایی به شهروندان غیر اروپایی را متوقف کرد. حتما میدونید چند تا کشور هست که یه گذرنامه‌ای میدن و این گذرنامه ها معمولا میرسه دست قاچاقچی ها، دست پولدارا، دست خلافکارا. یکیش حالا این گفته گذرنامه طلایی، یک کشور دیگه هم بود که گذرنامه‌های طلاییش میافتاد دست این اولیگارده های مال روسیه. و اگه یادتون باشه یه نفرم که با ترامپ همکاری میکرد و زندان رفت و بعد بخشیدش و اینها، این میگفتن 5 تا پاسپورت مختلف داره از کشورهای مختلف. من خودم شخصا اولا امیدوارم یه روزی برسه که این خط کشی و مرزبندی روی کره زمین از بین بره، همه دنیا هم باشه، هر جا دلش میخواد بره بیاد، آقا میره اونجا کار بده سوار بشه بره یه جای دیگه، پیاده راه بیفته بره یه جای دیگه. و اگه قراره این خطا و مرزبندی ها باقی بمونه، یه پاسپورت بیشتر نداشته باشیم. این 2 پاسپورتی و 3 پاسپورتی الان دیدید دیگه، این خانم نازنین زاغریه چیه که این بیچاره حالا از زندان ایران اومد بیرون، حالا تو انگلستان دارن بهش حمله میکنن. از اون بر خانم گوگوش یه آهنگ خونده تقدیم کرده به این، گفتن نمیدونم خودفروش سیاسی و رقاصه به هم چیز کنن. آقا این شما بیه چرخی بزن آقای شیخی تو این صفحات مجازی، واقعا آدم دیوونه میشه که اینجا یه حرفی میزنی میگن گفتم ها این کمونیست ها، اونجا یه حرف میگن بابا جون اصلا گور پدر پوتین. همینو من با آقای بیژن مهر گفتم، گفتم آقا گور پدر پوتین، ما اصلا کاری به پوتین نداریم، ولی این کاری که یه عده شهروند بیان یه سرباز روسی رو بگیرن، این کار درست نیست. وقتی که خود همینا یه سرباز روسی رو گرفته بودن بهش چای میدادن، لباس گرم میدادن، اون بیشتر اثر گذاشت توی دنیا. دیدید اون فیلمی رو که سربازا رو گرفته بودن تلفن بهش دادن بیا به مامانت زنگ بزن، اون بیشتر اثر مثبت میذاره. ولی دوستان همه میخوان بزنن بکشن، ولی حاضر نیستن یه مشت تو صورتشون بخوره، یه مشت توی بازوشون بخوره، یه سیلی توی گوششون بخوره، ولی میخوان بزنن بکشن. هم فرمانده کل قوا هستن، ولی بهش بگو در کدام جنگ شرکت کردی، کجا بودی، کجا دیدی با 14 تا سرباز شما کلت داشته باشی، اونا جسه پشت سرت باشن، مردم که میان با گل، شما کم مونده باشی جیش بکنی تو خودت. آقای بیژن مه، اگه مأمور حکومت نظامی بودی در شهر خودت دم بازار وکیل و مردم میمادن فوشت میدادن، اون وقت میفهمیدی من چی میگم. شماها معمولا هیچ کدوم تو سربازی نرفتین، یا بابای پولدار داشتین، یا دروغ گفتین نمیدونم کف پام کجه صافه اینجوری هم معلول هم. طرف رفته بود تمام دندوناش کشیده بود که معاف بشه، دیوانگی تا چه حد، برای چی؟
برای که اصل این سربازی یه چیزی بی خوده. آقا حقوق بده که اون داتی بیچاره بچه‌شو که تو میاری اینجا پول بهش میدی بعدا اصلا خوشحال باشه که بچه‌ش اومده سربازی، این حقوق بده ماشین کشاورزی بخره. نه توی احمق شاه نادان حکومت آخوندی نادان ورداری بچه‌های مردم ببری اونجا در حالی که بچه‌های خودتون هیچ کدوم نمیرن، فامیلای خودتون هیچ کدوم نمیرن، 2 سال جوونی اینها رو تلف کنی بعدم بگی سربازی آدم رو مرد میسازه. همه شما نامردین. این کسی که رفت سربازی بدون سربازی هم مرد انسان شریفی بوده، هی نگیم مرد مرد، ولی شما همه تون آدم های مزخرفی بودید و هستید و خواهید بود تا زمانی که بیاین بگید آقا اینی که میره سربازی، اونی که نمیخواد بره بیاد پول اینو بده، یا یه بودجه تعیین کنید، راهش خیلی آسونه. درصد اینم از این ماجرا. مرسی دوستان عزیز. بریم ببینیم اینجا برای شما چه گذاشته ایم. خب این هم میرزاده عشقی یه شعری گفته، من یه برای دوستمون فرستادم، دوستی که گفتار عقل بشر رو بیش از 100 برنامه در تلویزیون مردم داشت. یه جوری باید حالا روزایی که دیگه کار تلویزیون مردم رو ندارم بیام یک کاری کنم، فیلمای خوب و جالبی رو که در این 23 سال گذشته مصاحبه‌های مهم و اینها رو بیارم رو تلویزیون مردم بذارم که شما وقتی میان مردم tv.com فقط این 2 برنامه آخر ما، من و کانون آوا و آقای مهدی مهران نژاد نباشه، حاصل 20 سال رو نشون بدیم. این شعر خیلی قشنگه. البته من بهتون گفتم چون ما رشته فنی بودیم خیلی ادبیاتمون خوب نیست، بعضی کلمه ها رو اصلا ندیدیم، حالا شما هم ممکنه ندیده باشین ولی ما دیگه بدتر. جان پسر گوش به هر خر مکن، بشنو و باور مکن، تجربه را باز مکرر مکن، بشنو و باور مکن، مملکت ما شده امن و امان، از همدان تا طبس و سیستان، مشهد و تبریز و ری و اصفهان، شوشتر و کرمانشاه و مازندران، امن بود شکوه دیگر سر مکن، بشنو و باور مکن، یافته اجحاف و ستم خاتمه، نیست کسی را ز کسی واهمه، هست مجازات برای همه، حاکم مطلق چو بود محکمه، محکمه را مسخره دیگر مکن، بشنو و باور مکن، نس شد آیین ستم گستری، هیچ دخالت نکند لشکری، در عمل مذهبی و کشوری، نیست به قانون شکنی کس جری، شکوه سپس بر سر منبر مکن، بشنو و باور مکن، عصر تو آیین تجدد بود، فکر نو و صحبت نو مد بود، گرچه کلاه‌های سپه بود بود، اصل ندارد ز تعمد بود، فکر اطاعت تو ز سر در مکن، بشنو و باور مکن، نیت ملت چه بود ارتجاع، کهن پرستیش محل نزاع، قصد وزیران نبود انتفاع، دولتیان ده نکنند ابتیا، نیت بد جان برادر مکن، بشنو و باور مکن، صحبت جمهوریت از بین رفت، قصه مخور این نیت از بین رفت، فرقه بی تربیت از بین رفت، زمزمه عاریت از بین رفت، خاطر آسوده مکدر. خیلی هم دوم و درازه، کاش که این براتون بذارم تو فیسبوک خودتون بخونین، چون من خیلی ناراحت میشم وقتی که یه شعری رو نتونم درست بخونم. الان میذارم اینجا. آقای شیخی شما تلفنتو خاموش روشن کن، اینترنتتو خاموش روشن کن، اگر وقتی میای خونه تلفنت فوری میره روی اینترنت خونه، گاهی وقتا بهتره که با تلفنت روی همون سرویس چیز بمونی، سرویس تلفنت بمونی. البته تو ایران و سرویس تلفن و اینترنت و اینها خود ماجرایی است. در صورت ممنون و متشکرم. میرزاده عشقی، جان پسر،
گوش به هر خر مکن. و ایشون هم میگه تصویر دریافت تصویر من، این اگه دو سه نفر بگن ما یه کاری میکنیم، ولی چون به اصطلاح شما تنها گفتی احتمالاً ممکنه سرویس اینترنت منزلت یا اون محلی که هستی یا سرویس تلفنیت باشه. و مگه ما میان به این آسونی قبول کنیم که ما مقصریم یا ما تقصیر کاریم یا اشکال از ماست، میندازیم گردن این و اون؟ و اینو از بچگی یاد گرفتیم، از خانوادمون، از پدر مادر و دوست و فامیل و آشنا. اوکی، این خبره دو سه روز کهنه است. آلمان با قطر بر سر واردات گاز به توافق بلند مدت دست یافت. نازنین زاغری گفت ایران من را در ازای پول آزاد کرد. برای خانم شیوا محبوبی نوشتم پس این تومارها و آتشفشان توییتری و اینها رو بذارید در کوزه آبشو بخورید. اینجا میگن حرف آخر رو پول میزنه، اصلا اینجا میگن مانی واک، یعنی پول قدم میزنه، اون چیزهای دیگه وای میسن اینجا هر میکنن، اینجوری میگن. پس شد پول پول پول. خانم نازنین زاغری و یه نفر دیگر آزاد کردن، ولی یه سه ملیتی اونجا مونده، لابد اون میخواد دیگه از سه تا کشور پول بگیره. آخوندها بلدن چجوری باج بگیرن، ولی تا زمانی که این کشورها در مقابل گروگانگیری، در مقابل آدم ربایی پول میدن، این کار ادامه پیدا خواهد کرد. به امید روزی که همه اینقدر قوی بشن، اگه یه نفر از کشورشون، از خانوادهشون دزدیده شده اینها، بگه آقا شما که اینو دزدیدی من پول نمیدم، چون اگه به شما پول بدم شما میری سراغ سه نفر دیگه، پس اگه ندی استاپ میشه، ولی اگه بدی ادامه پیدا میکنه، چون تازه با اون پوله میرن وسایل بهتر میخرن، اسلحه میخرن، رادیوی بهتر میخرن، مکان بهتر میخرن تا بتونن بیشتر آدم ها رو بگیرن. ولی همه به فکر اینن که عزیز خودشون آزاد بشه. یک هواپیمای بوئینگ گفتم با 132 سرنشین سقوط کرد. نخست وزیر اسرائیل در پیام نوروزی برای ایرانیان تغییر نظام سیاسی رو آرزو کرد و بشین آقا، انقدر قبل از تو اومدن و رفتن، دیگه ما از این نتانیاهو یابوتر نداشتیم. آرزوی اینو به گور برد. برای که دروغ میگین شما این آخوندا براتون بهترین ها هستن. برید نگاه کنید کمک های دنیا به اسرائیل قبل از حکومت آخوندا چند بوده، کمک های آمریکا و دنیا به اسرائیل بعد از حکومت آمریکا چند بوده و چند هست. پس اینا مزخرف میگن. بدبختی اینجا این وسط یه عده فکر میکنن که بله اینا درست میگن. اینا کسایی هستن که ابی هم وقت خلیج فارس خون حشری شدن، حالا هم که نمیخونه حشری میشن. آقا نه اون موقع اون با هدف خونده بود، نه حالا. این دنبال پوله. کجا کنسرت باشه؟ حالا اون موقع بنگی بوده و معتاد بوده، حالا میگن ترک کرده. ولی این مصاحبه جدیدشو لاغریشو اینها نمیدونم، اگه ترک کرده که خوش به حالش. خب نخست وزیر استونی باید به اوکراین یک چشمنداز اروپایی ارائه کنی. خب شما بشین یه چند سال دیگه بعدن. افزایش قیمت سوخت و غلات، اعتراض و اعتصاب گسترده کامیونداران اسپانیا. مطالعه جدید نشون داده که آنتیبادی های طبیعی کرونا برای کودکان 7 ماه ایمنی می آورد. الان اینجا میگن بچه ها هم میتونن به اصطلاح برن واکسن بزنن. واکسن برای بچه های 5 ساله تا 12 ساله، 15 ساله اینها هم ساخته شده. و اما این روحانیت که در نمیدونم چرا این ویدیو رو گذاشتم، آها این حاج آقای گفتم بهتون، آقای نقویان، دو سه نفر هستن، دو سه تا آخوند هستن تو ایران، یا اینا آینده نگرن یا اینکه واقعا آدمای خوبی هستن. اینا حرفایی که میزنن گهگاه حرفای دل مردمه. ناصر نقویان سخنران مذهبی، این میگه که بیشمترین مامور نظام که در لندن شناسایی شد، این کوچه که یک خانمی نمیدونم
اون وقتا من شنیدم که این خانم دختر آقای توکلیه، ولی یکی گفت نه مهمم نیست، بالاخره خیلی بده که دیگران رو بشناسیم، مثلا این پسر گوگوشه، این دختر اونه. خود طرف و دیدید کامبیز گوگوش با وجودی که پسر گوگوش هم بود خواننده نشد، شاید بیچاره اگه نبود خواننده موفقی میشد. بله میگه آقا تنها با این روش بدهی چند دهه خود را میدهند، نه اینکه پول بلا. آها ببینید اتفاقا خیلی ها میگن اون 400 میلیون پوند که 530 میلیون دلار میشه، اینو به نرخ 44 سال پیش اگه حساب کنید الان چندین برابر باید انگلستان میداده، و اینجا بازم آخوندا و ملت ایران ضرر کردن، ولی بالاخره مو از خرس کندن غنیمته. خانم الهه میگه درباره خانم زاغری، ایران پول خودشو طلب میکرده نه باج‌خواهی. خب ببینید یه وقت شما از یه کسی پول طلبکاری بهت نمیده، حقت هم هست، ولی راه قانونیش نمیری، ولی میری مثلا کلید ماشینشو برمیداری بهش میگی تا کلید ماشین، کلید ماشین تو میخوای پول منه بده. اینجاست که اون خطی که میگن حق و ناحق یه کمی نامعلوم میشه، کی حق میگه، کی ناحق میگه و چه باید کرد. در اصل ممنونم. این پولایی که از دوره شاه مونده بوده، نمیدونم میخواستن تانک چیفتن بخرن و اسلحه از آمریکا بخرن و یه سریش از آمریکا خورد و برد، یه سریشو انگلستان زیر رو کرده، اینا حالا تازه چیزایی که مردم میدونن، اینا چیزایی که رسما به اسم خودشون، به اسم ارتش، به اسم دولت شاهنشاهی ایران پول دادن، پولایی که طرف بهتون گفتم این آقای احمدعلی مسعود انصاری گو این رضا پولوی که میگه 62 میلیون دلار داشته وقتی 17 سال 16 سالش بوده 43 سال پیش، این فقط یه قلم از پولا رو که نقدینه داشته و حساب کتاب داشته میگه، باقی اونا رو که این ور اون ور نمیدونم جزیره خریدن، خونه خریدن، ساختمون خریدن، این توی استاک مارکت چیز کردن، به حسابای دیگه گذاشتن، بهش میگن شل اکانت. شل همون صدف، صدف و اون چیزی که روش هست، چی بهش میگن؟ اون پوششی که روش هست. شما یه صدف این زیر داری ولی یه شل روشه، نمیدونی زیر این چیه. اینا یه شرکتای درست میکنن، اصلا یه شرکتای کارشون اینه که اسمای قلابی درست کنن، شما از طریق این اسم بیای با اون پول دسترسی داشته باشی، ولی اگه رفتی نابود شدی هیچ کی دیگه نمیتونه دسترسی داشته باشه. بگذاری. خب این هم از این خانم زاغری و اون همسرش چندین سال و این انگلستان و بعدم حالا اومده از انگلیسی ها هم طلبکار شده که شما به اندازه کافی برای من کار نکردید. خب خانم زاغری ما الان چند ساله هر کی بگه آقا برو ایران میگیم کلامون هم بیفته ایران نمیریم ایران. شما چجوری یه دفعه بلند شدی؟ شما که میتونستی مادرت بیاد ترکیه، نمیدونم بیاد دبی، بری اونجا ببینی بلند شدی رفتی ایران. خود اینا هم میگن وقتا تو شیراز بودن کرم پنیر از خود پنیره، بعدن من میشنیدم که کرم درخت از خود درخته، کدومش درسته نمیدونم. در صورت تو شیراز میگفتن کرم پنیر از خود پنیر. اینم ایرونیوز رو پاک کنیم فعلا، بزنیم بره. این شاگردان اینم پاک کنیم بزنیم بره. و آهان این خبرها یه کمی دو سه روزی مونده، لحظه به لحظه با بحران و اوکراین، ماکرون طی ساعت آینده با بایدن و شولتز گفتگو میکند، در صورت که الان بایدن برگشته اینجا، دیروز اونجا بود و این دیدارشون دو سه روز پیش انجام شده بود. تست کرونای روسی نوشته پوتین با دی ان ای همتایان خود چه میتواند بکند. این پوتین سر کرونا دیدید که میره آخر اون میز میشینه و مثل دعوای کاشانی ها میگن وقتی دعوا میکنن این یکی میره این پشت بام، اون یکی میره اون پشت بام، فوش میدن و اینها، بعد طرف بهش میگه آقا بیا پایین میخوای خون بپا کنی، ازشون که میپرسن برای چی، میگه ما میخوایم به اصطلاح پیرنامون پاره نشه، خودمون زخمی مخمی نشیم. آقای شیخی میگه که راه قانون رفته دادگاه، حکم با مقداری ارزش افزوده داد بود، دولت انگلیس حکم دادگاه خودش را
نمیخواست بده. در صورت بله اینا هر جا دلشون بخواد خودشون قانون رو زیر پا میذارن. با وجود تشدید تنش‌ها در شرق، شهروندان اوکراین به پایداری صلح امیدوارن. این رئیس جمهورشون هم که هی چپ و راست میگه من حاضرم برم با خود پوتین صحبت کنم، ولی چی میخواد بگه به پوتین؟ البته الان گفت که ما نمیخوایم جزو ناتو بشیم، فقط میخوایم جزو اتحادیه اروپا بشیم. من فکر کردم اوکراین جزو اتحادیه اروپا هست نیست؟ عجب عجب در ماجرای این انسان برای خودش درست کرده، همه رو هم گوش سر کار. اتحادیه اروپا، این فدرالیسم نمیدونم آلمان، این فدرالیسم آمریکا و اینها، این یکی از اون میره بیرون، اون یکی میره تو اون، حالا این جی 7 و جی 8 و جی 20 و فلان اینا هم که خودش یه ماجراییه، هی کم و زیاد میشه و حتی گفتن تو جی 20 روسیه رو راه ندهند. پیشنهاد جالب لورها به رهبر انقلاب: بیایید 4 سال مجلس را تعطیل کنید و حقوق نمایندگان را به خرید گوسفند اختصاص بدهید. اینو قبلا من همینجوری سریع گفته بودم ولی نوشتش رو نتونستم پیدا کنم، حالا نوشتش اینجاست. میگه حقوق نمایندگان را به خرید گوسفند اختصاص بدهید. 290 نماینده داریم که حقوق هر کدام 20 میلیون تومان است. نرخ هر گوسفند دشتی معمولی 4 میلیون. یعنی با حقوق ماهیانه یک نماینده میتوان 5 رأس گوسفند خرید. یعنی در یک ماه 1450 گوسفند نر و ماده، که در سال این عدد به 17400 گوسفند با تولید بره و 1 میلیون لیتر شیر میرسد. این عدد در چهار سال می شود 69600 گوسفند و 500 میلیارد لیتر شیر و کلی بره، که برابر است با کل تولید شیر دانمارک، کشورشان را با این مقدار تولید اداره می کنند. حالا نگفته کی خرج میکنه، کی نگهداری میکنه، کی بلد برداری کنه، فقط همجوری حساب میکنه. برای تامین علوفه گوسفندها میتوان از هزینه تغذیه و سفرهای نمایندگان استفاده کرد که زیاد هم میآید. با این کار بزرگترین با صادرکننده گوسفند میشویم. ایجاد اشتغال که نگو، تولید پشم و پوست که نپرس، تولید گوشت ارزان که دیگه برو، تولید لبنیات سالم، فواید و مزیت گوسفند نسبت به نمایندگان محترم مجلس. 1. گوسفندها دروغ نمیگویند. گوسفندها دزدی نمیکنند. گوسفندها خیانت نمیکنند. گوسفندها سالی 3 بار بره میآورند. گوسفندها برای انتخاب شدن وعده نمیدهند و میلیاردی هزینه نمیکنند. اگر موافق نظر لورهای عزیز هستید، متن را جهت اجرایی شدن پیشنهادشون که هم به صرفه و اقتصادی است و هم کارآفرینی و هم به دنبال داره کارآفرینی هم دنبال داره انتشار دهید در سطح گسترده. خیلی ممنون. این لورها یه پیشنهاد دیگه میکردن، باید میگفتن که سوربی یه چند مدتی، گوش کنید اینو تو پرانتز، یه چند مدتی برو کنار، ببین این مجاهدین عقب افتاده، این شاغلیای عقب افتاده چه غلطی میکنن، بعد دوباره برگرد بگو دیدی بهتون گفتم شما پخی نیستید، چه با سربی چه بی سربی. اجازه بدید من همینجا از شما خداحافظی کنم، به قول ایرانی ها فعلا، به امید اینکه بهترین ها در انتظارتون باشه. و گاهی وقتا آدم از بهترین ها هم خسته میشه، باید زندگی اپندانی، بالا و پایینی، سختی و آسونی داشته باشه. اینایی که تو کار رانندگی اینا بودن میگفتن که همش جاده صاف باشه، روزی 10 نفر خوابشون میبره تصادف میکنه، باید یه سربالایی، سرزیری، یه دندهی عوض کنن، یه جا درخت باشه، یه جا مزرعه باشه، یه جا کنار جاده بره وایستده باشه، یه جا گاو وایستده باشه. الحمدلله ما از لحاظ گاو و بره کم نداشتیم در تلویزیون‌های ایرانی. خیلی ممنون که این 22 سال گذشته ما رو نه فقط، یا من رو نه فقط به خونه هاتون راه دادید، بعضی ها به دل و به مغز و به چشم و گوشتون راه دادید، حتی از اونایی هم که مخالف من بودن ممنون و متشکرم، اونایی که
اینقدر شهامت، شجاعت، مردانگی، انسانیت داشتن که مخالفتشون رو بگن، تشکر میکنم از اون احمقهایی که به دلیل مخالفت دشمن شدن، میگم خاک بر سرتون، آدم بشو نیستید. روز روزگار بر شما خوش. این رو هم من تموم میکنم. برنامه آقای مهدی مهران نژاد ساعت 3 بعد از 3:30، یعنی 18 دقیقه دیگه با شما خواهیم بود. مرسی که بیننده برنامه سربی با مردم بودید. ممنون که حمایت کردید تلویزیون مردم رو. خب یه چیزی هم آقای مندال امیری گفته بخونم و برم. مالکشی کاخ سفید در واکنش به تنش روز شنبه میان مسکو و واشنگتن گفته منظور جو بایدن از اظهارات روز شنبه در لهستان نباید به نیت او برای براندازی در روسیه تغییر به اصطلاح تعبیر شود. من اینو اول برنامه گفتم. مرسی که نظرتون رو دادید و نوشتید. به امید فردایی بهتر. روز روزگار بر شما خوش.